نمیدونم کندانسور اسپریت هم کثیفه یا تمیزه یا سرویس میخواد یا نمیخواد. چطور متوجه بشم که الان در چه شرایطی و باید چه اقداماتی براش انجام بدیم؟ درود دوست عزیز، من راین هستم و اینجا کانال AC اقراری. اول از همه ازت میخوام دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر باشید که ویدیو ما رو مشاهده میکنید و همچنین لایک رو هم فراموش نکنید. خب چیزی که امروز میخوام با هم بررسی بکنیم، با توجه که ویدئویی که قبلا قرار داده بود رو هفتگی در مورد سیستم سرمایش و گرمایش مربوط میشه، امروز به قسمت کندانسور و تمیز بودن فین ها. ببینید دوستان، من همیشه مثالی که میزنم اینه که شما اگر این رو کثیف نگه دارید، در واقع دقیقا معادل فیلترهای ماسکی که شما میزنید. ماسک اگر یک دونه بذارید امکان تنفس میتونه 50-50 بشه، اگر دو تا، سه تا، چهار تا به مراتب که بره بالا دیگه دم و بازدم مشکل و بسیار سخت‌تر میشه. دقیقا مسئله کثیف بودن فیلم برای اسپلیت برابری میکنه با همین مثالی که براتون زدم. اما خب راه حل چیه و اینکه شما چطور میتونید متوجه بشید؟ خب بالاخره سرویس کار شاید یه سری فوتو فنایی داشته باشه که بخواد اینو بررسی بکنه، اما برای افراد عادی میخوام ببینم چطور میتونه به نتیجه خوب برسه. اولین قدم تابش نور به کندانسور، یا از خیلی لحظه دارن کندانسر. خب بیایم ما فینو بررسی بکنیم ببینیم که چطور میتونیم حالا قدیمی بکنیم شرایطش الان چطور. در این قسمت این در واقع دوستان اینا که لولای مسه یا لولای کوئل، این قسمت ما بهش میگیم فین. شما موقعی که نور رو به سمت فین میگیرید به این صورت، میتونید در لایه بالا فنی که وجود داره رو مشاهده بکنید. فن کندانسور در این قسمت قرار داره پشت. شما میتونید ببینید که الان شرایط فن تو چه وضعیتیه. اگر من اینجا اما میتونید نور رو در اون قسمت دیگه مثلا از اینجا هم بزنم، شما نور رو به طور واضح مشاهده میکنید. در این قسمت داره نور خودش رو میندازه روی حتی دست من. خب این نشون دهنده اینه که فین ها تمیزه. البته اون تو در این قسمت پشت یه مقدار ما کثیفی هم داریم که من این رو شستشو ندادم تا تو مشخص باشه. همونطور که مشاهده میکنی گرد وجود داره، منتها هنوز گرد و خاکه. بعضی ها به خاطر اینکه مناطق مثلا منزلشون مناطق صنعتیه یا پرتردده، خیلی اصلا شما میبینید حتی پرز هم داره. خب یقینا برای سیستم سرمایشی مناسب نیست. خب این برای سیستم سرمایش چیزی که ما خدمتتون گفتیم مناسب نیست، اینکه بخواد گرد داشته باشه، غبار، پرز، هر چیزی، چربی، اینا همشون یکایک تاثیر بسیار منفی میذاره در عملکرد دستگاه و تبادل دمایی. هر چه تبادل این سخت‌تر و مشکل‌تر باشه، پس از اون طرف هم برودت میاد پایین و مصرف برق شما رو هم افزایش میده. حداقل نیم تا یک آمپر الی دو آمپر میتونه مصرف برق افزایش بده. پس چه کاری وقتی ما میتونیم به این سادگی با این مشکل روبرو بشیم و برطرفش بکنیم مسئله رو؟ پس ببینید، حالا که ما ایبیابی کردیم، حالا به طور مثال این قسمت کثیفی وجود داره، حالا راه حلش چیه؟ ببینید دوستان، اولین قدم البته کلا یادتون باشه شما اگه میخواید اسپلیت رو دست بزنید چک بکنید خاموش باشه، فازمت بزنید، این مثلا رعایت بکنید. من الان اینجا فیوز قطعه دارم این کارا رو انجام میدم، چون بالاخره هر چه باشه مس و یه قطعه برقی. اولین قدم تست بدنه با فازمت، این قدم دوم بعد از این قضیه. و قدم دوم با فازمت حتما چک کنید. قدم بعدی قطع کردن فیوز برق. حالا یا فیوز برقه یا
دو شاخه داره، هر کدوم بود قطع کنید. آقا برقی اصلا توش نباشه، شما میخواید هر کاری بکنید برق توش نباشه. بعد اینکه شما برق قطع کردید، اگه دسترسی به شلنگ آب دارید میتونید خیلی البته با دقت اون قسمت رو آب رو اسپری بکنید بزنید. قسمت برقی عموما پوشیده، منتها حتما باز هم دارید میزنید به سمت پایین باشه، چون خود فنگ باتر پروفه به قسمت سره پایین، یعنی این شلنگ آب باشه، به این صورت بزنید، مستقیم نزنید به سمت بالا نزنید، به این حالت آب رو شارژ بکنید و این طرف هم به همین شکل. منتها بعضی اشتباه میکنن دی‌اسکلر میزنن، دی‌اسکلر اگر میزنید باید حرفه‌ای باشید، زمانش مهمه، درصدش مهمه، میزان آبش مهمه، اینا همه باید رعایت بشه. خیلی خیلی حواستون رو جمع میکنید، چون اگر بی‌دقتی بکنید دیگه تیکه‌ای از مستون رو نخواهید دید برای اسپلیتتون. خب ولی خب یقینا بهتره خود اسپری خودش مواد اورجینال و مخصوص خودش رو استفاده بکنه. خب دوستان اینا مربوط میشد به قسمت تمیزکاری کندانسور و ازتون میخوام اگه خوشتون اومد اینو لایک بکنید، دکمه سابسکرایب و زنگوله فراموش نکنید تا همیشه اول نفر باشید که ویدیو ما رو مشاهده میکنید. همچنین اگر سوالی دارید، پرسشی دارید، در اسم از کامنت بذارید پیشنهاداتتون و اینکه چه چالشایی براتون در سرویس یونیت خارجی وجود داشته. سعی میکنم حالا ویدیویم از خود سرویس کردم، اگر اونایی که با شلنگ انجام نمیدن با خود مواد و با اسپری حتی سمپاش کوچیک هم که خیلی کاربردی هم بوده، براتون قرار میدم که اونایی که دوستان که خونگی استفاده میکنن میتونن ازش بهره ببرن، وگرنه که اون کارواش هست و به طور صنعتی میخواد انجام بشه برای مناطق صنعتی، حتما باید از کارواش استفاده بشه با سر نازل درست تا بتونه بهترین بازدهی رو برمقام بیاره. امیدوارم اطلاعاتی که خدمتتون رسید مورد توجه شما قرار گرفته باشه.